سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه به کانال نکست ول خوش اومدید احسان هستم و با جلسه جدیدی از آموزش زبان نروژی در خدمتتون هستم توی این جلسه همونطوری که طبق روال گذشته داریم میریم میخوایم به بخش دوم سایت نو که دانشگاه انتینیو نگاه بکنیم و قسمت آنها رو متنش رو با هم مطالعه بکنیم پس با من همراه باشیم خیلی خوب بریم ادامه بدیم بس شوفرن ستور خیلی خوب جمله بعدی میگه که بوس شوفرن استور اوتن for بوسن دقت بکنین که بوس شوفرن میشه راننده اتوبوسی راننده اتوبوسی که معرفه شده یه این اومده یه آرتیکل اومده تهش باشه اینکه راننده اتوبوس رو ما دیگه میشناسیم. منظورش همون راننده اتوبوس فیلیبوسی بوده که حالا آنها میخواد باش بره و بعدش راجع به اون صحبت میکرد. بنابراین اومده معرفش کرده چون جنسیت کل این کلمه مذکر بوده این رو آورده انتاج تا معرفه بشه بنابراین فاعلمون شده بوس شوفرن حالا خود بوس شوفرن اگه به لغت بوس شوفر دقت بکنین ما تو جلسات قبلی راجع به ترکیب اسمی صحبت کردیم گفتیم که زمانی که یک اسم میخواد قرار بگیره به عنوان صفت یه اسم دیگه کافیه که اون اسم بیاد بچسبه قبل از اسم دیگه و بعد نقش صفت رو داشته باشید توی زبان نروژی اینجوریه و اگه بخوایم معنی بکنیم از سمت راست تو فارسی معنی میکنیم میشه راننده اتوبوس حالا اینجا یه ذره دقت بکنید که بوس خودش دو تا اس داشته شوفر هم خودش یه اس ابتدایش داشته زمانی که به هم چسبیدن دیگه سه تا اس نگرفتن یه اسشون حذف شده دوتا اس اینجا داره کلا اینجوریه بوس استاشون هم مثلا میتونه اینطوری باشه دقت به این نکته بکنین بنابراین راننده اتوبوس کل ماهیتی که داره همون ماهیتیه که شوفر داشته چون که اسم اصلی شوفره فقط بوس یه صفتی بوده که بهش چسبیده انگار و میشه راننده اتوبوس این کلا شد فاعلمون راننده اتوبوسی که ما میشناسیم شد فاعلمون همون راننده اتوبوس مثلا فیلیبوسه استور یعنی می ایستد و یک فعل مضارع است او استو بوده که یه آر گرفته و بعد شده استور یعنی می ایستد حالا اوتن فور یعنی بیرونه که گفتم برعکسش اینن فوره میشه درون بیرون چی بیرون اتوبوسه بیرون اتوبوسه که ما میشناسیمش باز بوس اتوبوس بوده که چون جنسیتش مذکر بوده یک این گرفته معرفه شده و بیرون اوتوبوسه اتوبوسه بنابراین فائل بوس شوفرن استور که فعلمونه شماره دو و ادامه جمله که حالا اینجا بیرون اتوبوس بوده اومده یک دو حالا بگیم بقیه جمله بوس شوفرن استور اوتن فور بوسن یعنی راننده اتوبوسه میستد بیرون اتوبوس خیلی خوب میگه که آنا سپر هم دقت بکنید آنا فایلمون بوده بعد از اون فعل اومده که سپر بوده سپر در حقیقت میشه گفتش که شکل مزاره است که بیقاعد است چرا که مسترش او سپره بوده که بعد از اون شده سپر که اومده شکل مزارش به شکل بیقاعده تبدیل شده به سپر و دیگه اینجوری نیستش که ما یه آر او اسپر اضافه بکنیم و بگیم میشه شکل مزاره اینو باید حفظ بکنیم آنا اسپر هام از او هام یک زمیر مفعولیه با هم قبلا خونده بودیم به معنای از او به او او را و میگه آنا میپرسد از او حالا واسه اینکه مروری هم بشه من دوباره زمایر فعالی مفعولی رو اینجا آوردم یه نگاه سریع بکنین زمانی که گفته هام منظورش اینجا بوده یک اوی مرد بوده اون راننده اتوبوس مرد بوده و بعد یک زمیر مفعولی بوده که شده هام و زمیر فائلیش در حقیقت هان بوده میتونست از خود هان هم استفاده بکنه با سالت مفعولی ولی خب بهتره که مثل هیم انگلیسی دیگه راحت بگیم هام میشه خیلی خب بریم ادامه بدیم هی کان دو خیلی خب آنها اولش میگه سلام هی و بعد یه ویرگول بعد ازش میخواد سوال پرسه با هم خوندیم و میدونیم که اگر بخوایم یک سوالی بپرسیم که با آیا باشه و سوال این باشه که آیا میتونی مثلا به من کمک کنی آیا میشه این کارو کرد آیا من میتونم اینجا برم که جوابش بله یا خیر باشه یعنی سوال ما با کلمه پرسشی نباشه کافیه که فعل جمله رو بیاریم اول جمله و دیگه نگیم فعل وی تو اینجا بگیم فعل میاد اول جمله شما این هی رو نگاه کنید که اینجا سلام خب این دیگه تموم شد که اینجا ببین اول گفته که میتونی به من کمک کنی میخواسته اصلا هم چیزی بگی حالا در ادامه میگیم چی گفته بعد اومده فعل که حالا اینجا فعل ما فعل کمکی بوده فرق نمیکنه به هر حال فعله و شکل مزاره اکونه هستش اومده فعل رو اوورده اول یعنی آیا می توانی بعد فایل رو اوورده تو و بعد اومده فعل بعدی رو اوورده با توجه به اینکه فعل اول ما یک فعل کمکی بوده فعل بعدی باید به شکل مستر بیاد اما او نداشته باشه دقیقا یلپه مستریه که او نداره و به معنای کمک کردنه پس گفته آیا می توانی تو کمک کنی من رو توی چمدونا م کوفرتنه یعنی حالا با چمدونا که حالا یه اصطلاح هلپوید انگلیسیه در حقیقت یه اصطلاح به معنای کمک کردن مثلا توی این کار دقت بکنید کوفرتنه کوفرت بوده که زمانی که میخواسته جمع بشه میتونسته بگه کوفرتر یا مثلا میتونسته بگه کوفرتنه چون که چمدونا اینجا معرفه هستن از کوفرتنه استفاده کرده خود اون راننده چمدونا رو میبینه و خب باستش مشخصه کدوم چمدونا رو داره میگه بنابراین اومده اول سلام کرده گفته سلام آیا میتونی تو کمک بکنی به من با چمدونا توی حمله این چمدونا چه سوالی ازش پرسیده اگه فراموش کردین کان شکل مزاره مستر اکونه هستش که به معنای توانستن بوده همون کن انگلیسی زمانی که شکل مزاره میشه خیلی راحته همون میشه کان و به معنای توانستنه خیلی خب پس بنابراین سلام میتونی به من تو چمدونا تو حمل چمدونا اینا کمک بکنی؟ خیلی خب راننده اتوبوسم میگه که سلفول میگه البته آف کورس حتما که این کارو میکنم سلفول با هم خونده بودیم معنیشو شو واسه تاکید میومد به معنای البته بود ما توی فارسی و توی انگلیسی میگفتیم آف کورس یعنی البته که این کارو میکنم بعد از اونم بریم جمله بعدی رو بخونیم تیزن تاک واقوستر بستورن تیترانهیم خیلی خوب داره میگه که توسن تاک تشکر میکنه میگه تانکیو بری ماچ خیلی ممنون بابت چمدونا که طرف میخواد بهش کمک بکنه بعد داره میپرسه وا بوس بوست تو خب ببینید یکی از راههای پرسیدن قیمت یه چیزی هزینه یک چیز اینجوریه که ما میایم از یک کلمه پرسشی استفاده میکنیم به معنای وا به معنای وات به معنای چه مثلا میخواد بگه چقدر قیمت داره مثلا ما توی انگلیسی حالا یکی از راهها اینه که میگیم how much does it cost مثلا یکی از راه این اینم یکی از راه های پرسیدنه میپرسه وا کوستر چقدر میارزه چقدر قیمت داره بوس تورن تیل ترونهایم این سفری که حالا ما داریم توسط اتوبوس انجام میدیم به سمت ترونهایم و میخواد قیمت رو ازش بپرسه بنابراین وا کلمه پرسشی رو میذاره اول جمله ما میدونیم همیشه به غیر از جملات فعلا تا جایی که اینجا یاد گرفتیم به غیر از جملات سوالی که با آیا هستن تو بقیه جاها باید فعل وی تو باشه تو دومین قسمت جمله بیاد بنابراین کلمه پرسشی اگه اول بیاد باید کوستر دوم بیاد یعنی میارزد یعنی هزینه داشتن چقدر هزینه دارد بعد فایل فایل چی بوده راجبه چی داشته میپرسیده راجبه این مسافرتی که قرار با اتوبوس انجام بشه بوس تورن تیل ترونهایم یعنی اون سفری که با اتوبوس انجام میشه به سمت ترونهایم پس اگه دقت بکنین بوستور دوباره یکی از اون کلمات میشه گفت ترکیب اسمی هستش که در حقیقت تور بوده و بعد این بوس بهش چسبیده نقش صفت رو در حقیقت انگار گرفته و بعد معرفه شده و بعد به سمت ترون من که اینجا اومده و اینا همه با هم مثلا میتونیم بگیم فائلش بوده بوس تورن تیل چقدر ارزش داره چقدر هزینهشه یک مدل دیگه هم هستش که میشه هزینه داشتن یک چیز رو پرسید و اونم اینه که بگیم میه کوستر بوس تورن تیل میتونیم به جایی که بگیم وا کوستر بگیم ورمیه کوستر بنابراین میتونیم از ورمیه استفاده بکنیم این دیگه خیلی راحت میتونیم بگیم همون اگه این جمله رو استفاده بکنیم همون ترجمه انگلیسیش میشه هاو همون معنی رو میده همون ماچ مثلا دازیت کاست معنی میده خب ور میه کوستر بوس تورن تیلترون هایم هاو مثلا داز کاست حالا اون بوس تورن تیلترون هایم چقدر مبلغش میشه بنابراین به دو شکل میشه پرسید که حالا اینجا اومده از شکل اول استفاده کرده شکل دومم ورمیه کلمه پرسشی شکل که به معنای هاو به معنای چقدره بقیش عین همون باله. دوباره فعل اومده وی تو بوده قسمت دوم قرار گرفته او کوسته بوده که مزاره شده شده کوستر و یعنی قیمت داشتن یعنی هزینه داشتن یکی از معنیاشه و بعد هم فایل اومده که بوستورن یه ترکیب اسمی بوده که اون بوستورنی که به سمت ترونهایم میره واسه همین این بوستورن اینجا معرفه شده چون داره میگه اون مسی اونی که به سمت ترونهایم میره ما بعدا راجع به این تیلی صحبتهایی خواهیم کرد فعلا شما اینجوری معنیش بکنید اون سفر اوت که از طریق اتوبوس داره انجام میشه و به سمت ترونهایمه خیلی خوب ممنون بابت مشاهده این جلسه امیدوارم که خوب توضیح داده باشم و نکات خوبی رو گفته باشم تا جلسه بعدی خدا نگهدار